السلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم بحث آیاتی بود که مشتمل بر بحث ربا بود بعد از آیات انفاق و مرحوم علامه فرمودن طبق اونچه که از ظاهر آیات ربا برمیاد بحث ربا یکی از سنگین ترین جرم ها و محرماتی است که محقق می شود و لذا در حد اون تولی اعداء دین جرمش ذکر شده و با او تراز گرفته شده و برگشت میکند به یک تفکر و اونم تفکر مهلک نسبت به اجتماع و فرد، اون همه تفکر مهلک مصری که فقط در فرد و اون اجتماع خاص نمیمونه و بلکه انسانیت رو رو به نابودی میبره. نکاتی که فرمودن و در مقابل فطرته، در مقابل فطرت، بعضی از گناه ها در مقابل فطرت نیست اما گناه کبیره است، تخطی از فطرته، اما بعضی گناهان در مقابل فطرته. این در مقابل بودن تعبیری که مرحوم علامه در جای دیگری دارد این است که اون گناهی که تخطی و انحراف از فطرته، دستگاه هستی به دنبال اصلاح او برمیاد، دنبال این هستن او رو برگردانن. اما اونجایی که تخطی و انحراف نیست بلکه مقابل فطرت است، در دستگاه هستی در مقابل او برای نابودی او به پا میخیزه. ببینید دو نگاه، یه موقع تخطی و انحراف از فطرته، یه موقع مقابل فطرته. مثلا عرض میکنم برای مثال بحث عمل شنیع زنا تخطی از فطرته، اما عمل لواط او در حقیقت تقابل با فطرته، لذا فطرت در مورد زنا مشابه دارد که نکاح است، او انحراف از این است. اما وقتی بحث لواط مطرح می شود انحراف از فطرت نیست، تقابل با فطرت است، یعنی به دنبال اون چیزی که دستگاه هستی قرار داده این مقابل او ایستاده. دقت کردی؟ این تقابل در گناهان دیگر هم باید خوب دیده بشه که کدام گناه انحراف از فطرته، کدام گناه تقابل با فطرته، و وقت هر کدوم از اینها جرمشون مجزا میشه و مختلف میشود. تعبیری که در اینجا به کار برده می شود که این یتخبط و شیطان من المسه است، این تعبیر این است که این دعوت فطرت به این است که انسان در مقابل در حقیقت کاری که انجام میده، کاری در حقیقت عوضی می گیرد، این کار عوض گرفتن که تعبیر ایشون در حقیقت حالا می رسیم بهشن، این یک تعبیر فطریه. اما این که در مقابل هیچ کاری پولی بگیرد، یعنی در مقابل اون مال مساویش پولی و اضافه بر اون چیزی که در حقیقت دیگه مقابل ندارد، این با فطرت سازگار نیست، انحراف از فطرت نیست، تخطئه حکم فطرت است، لذا مقابله با فطرت است. لذا اینکه رباخار در مقابل مالی رو میگیرد درست تا اینجا، اما در مقابل در حقیقت چیزی که دیگه نیست مال دیگری رو هم اضافه میخواد بگیره، اینجایی که این اضافه رو میگیره که اون ربا از آفن مضاعف است و اون در حقیقت گرفتن زیاده است، او در حقیقت چی هستش؟ او با حکم فطرت سازگار نیست. ممکنه کسی بگه تو بی مگه این نیست؟ میگه تو بی گردش مالی است. تو گردش مالی چه بی باشد، چه مشارکت باشد، چه مساقات باشد، چه مزارعه باشد، اون انواع معاملات و عقود و در حقیقت عقود دینی اسلامی، تو همه اینها یه گردش مالی است که همه سود میبرن، اونی که سرمایه گذاشته سود میبره، اونی هم که داره کار میکنه سود میبره، اما در ربا گردش مالی نیست.
ربا ایجاد دو قطبیه، یعنی یک کسی یه پولی رو میگیره هی باید مضاعف این رو پرداخت بکند، چه کاری با این صورت بگیرد چه کاری با این صورت نگیرد، چه این الان بیچاره بدهکار فقط باشد پول رو گرفته برای رفع بده این باید مضاعفاً چه کار بکند. اما اونجاها عقوده، اونجاها در حقیقت، لذا در جایی که کسی بدهکار است نمیره مضاربه بکنه برای بدهکاریش، بلکه اونجا قرض الحسن است، یعنی پولی که بدهکار میگیره برای ادای دینش اونجا قرض الحسن است، اضافه نمیشود، همون پولی رو که گرفته باید برگردانن، قرض الحسن. اما وقتی مضاربه میشود، مضارعه میشود، مساوات میشود، بیع میشود، این یک گردش مالی است، یکی کار میکند، یکی سرمایه میگذارد، با همدیگه یه نتیجه ای میدهد، یه سودی میبرد، یه سودی اون میبرد، یه درصدی این رشد پیدا میکند، درصدی اون رشد پیدا میکند. این یک گردش فطریه، هر کدام در قبال کارشون چیکار کردن؟ یک در حقیقت رشدی براشون ایجاد شد و این پولم افتاد توی گردش مالی که در اینی که پول این شخصه، در این حال پول مردم هم هست. چرا؟ چون وقتی افتاد تو صحنه گردش مالی جامعه این سرمایه همه محسوب می شود، در اینی که اون شخص هم سود برده، منتها سود بردن مال این است که یک کاری واقع شده، معامله انجام شده، کشتی شده، کاری انجام شده، بنایی صورت گرفته و در قبال این چی شده؟ سودی دو طرف بردن. این برخلاف رباست که اساس ربا بر چی تنیده شده؟ برای اینکه یه پولی گرفته می شود در قبال این هیچ تعهد بر کاری و چیزی نیست، حتی اگر کسی بدهکاره این پولو بگیره تا بعد بدهیشو بخواد بده باید با سود برگردوند. بله، چون فضایی دلالیایی که بازار بازار صورت میگه خیلی نزدیک میشه به فضایی. خب دیگه ببینید اینا مرزهای بی و ربا، بعضی جا هم نزدیکه، بعضی مرزها هم نزدیکه، بعضی ها خیلی واضحه. حکم رو در اون جایی که خیلی واضحه اول آدم خوب تبیین بکنه که فاصله ها خیلی روشنه، بعد کم کم میتونه اون موارد متشابه رو اگر به صلاح به هر کدام نزدیک شد اون موقع چکار بکنه؟ حکمش رو آشکار بکنه. بله اگر در جایی، اگر در جایی آشکار نشد اون وقت برمیگرده به اینکه عمومات حاکم چیه؟ آیا از حلیت هست؟ و بعد در حقیقت دلیل میخواد حرمت یا نه؟ اصل در حقیقت این است که هر معامله‌ای باید دلیل بر حلیتش باشد. بله، تمیز بین این که انحراف از فطرت و تقابل در مقابل فطرت هست چیه را؟ برز کردم اگر چیزی مشابه او تو فطرت هست ولی این اعوجاج از اون مشابه فقط، این در حقیقت انحراف از فطرت. اما اگر چیزی در نظام فطری نیست و این حتی در مقابل یک حکم فطری است که قرار داده شده، نه انحراف از او فقط باشه، انحراف یعنی مشابهت دارن در اصلش، در خیزش با هم مشابهت دارن، مثل زواج و در حقیقت صفا، در حقیقت زواج و صفا تو همه احکامشون با هم مشترک هستن، منتها این حلال از اون حرام چون در حقیقت اون نتایجی که بارو، ولی اصل. اما لواط با نکاح ببینید مشابهت ندارد. در بحث ربا هم نه دیگه ببینید، نه اگر دقت کنید حکم مثلا اون ملاک رو عرض کردم که بی رو فطرت حکم میکنه بهش، چون یک در حقیقت ما به ازای در خارج پیدا میشود، کاری انجام میشود، رشدی صورت میگیرد، همه سود میبرند. اونی که در حقیقت قرض میگیرد یا اونی که در حقیقت خریدار است یا فروشنده است، همه دارن سود میبرند، یعنی این سود همگانی است، به طوری که همه با به کار افتادن این پول چی میشه؟ فطرت حکم میکنه به این که بله تو اینا ممکنه بعضی از معاملات باطل بشه، حرمت تعلق بگیره، اما اونجا انحراف از فطرته. اگر بعضی از معاملات تو اینجا شبیه بی بود اما چی بود؟ انحراف بود، ممکنه حکم حرمت بر اون تعلق بگیرد. اما جایی که اصلا کار نیست، پول داده میشه تا بیشتر گرفته بشه، دو کالا با هم عوض میشن، یکی در حقیقت چی هستش؟ یکی در حقیقت بیشتر گرفته میشه مقدارش، اونو میده و دیگری بیشتر میگیره، حالا چه در مقابل زمان باشد که به اصطلاح نسیه شدن باشد، چه در مقابل خوب و بد شدن یک نوع باشد که این رو میده تا، چون اینجا حکم فطرتی هست که یک نوعه،
حالا این یک نوع قدری بالا و پایین دارد، میگه اگر کسی افتاد تو اینکه حکم یک نوع رو اومد در حقیقت بالا و پایین کرد، کم و زیاد کرد و با این باعث شد که ربا صورت بگیرد، این افتاده تو چیزی که در مقابلش چیزی نیست و چیزی گرفته. فطرت این رو چکار میکنه؟ این رو حکم فطرت نیست، این حکم تخته حکم فطرته. نه، اینم یکی از احکام مسئله است که احکام فطریه مختلفن. یکی از احکام فطریه این است که در مقابلش چی بشه؟ کاری صورت میگیرد. لذا به ما گفتن حتی اگر دوتا چیز رو میخوایید با هم عوض بکنید که از یه جنسن، خب راه صحیحش قرار داده شده، شما این رو بفروشید به قیمت، بخرید اون رو به قیمت، این معامله و بیعه، این رو نداره. اما پیشگیری اجازه بله. همون نیست. نه نه همون نیست دیگه. نه، اینکه دو تا کالا مشابه هم از یک نوع، هر چند در ردی و جید بودن با هم متفاوت باشن، یک نوع رو در مقابل هم قرار دادید، پیمانه کردید، یکی رو بیشتر گرفتید یکی رو کمتر گرفتید، این یک خلقی رو در جامعه ایجاد میکنن که مصحح این میشود که چی بشه؟ این در مقابل عدم چیزی رو گرفتم. این ایجاد یه خلقه، این ایجاد یک درقه چی هستش؟ یک فرهنگه. این فرهنگ به شدت باش مقابله شده، میگه البته راهکارش هم صحیحش هم قرار داده شده، برای اینکه این خلق ایجاد نشه همین کار رو میتونید انجام بدید به طریقی که این خلق ایجاد نشه. چجوریه؟ شما این جید رو میفروشید، اون ردی رو میخرید. دقت میکنید؟ این اون خلق ایجاد نمیشه که من در قبال این قیمت این اینقدر بوده پول دادم، در قبال اون هم که در حقیقت فروختم این مقدار قیمت بوده فروختم. این اشکالی نداره. این چقدر دقیقه که بله هست کنم این اصل کلی رو ببینید. تو استثناءات که میاد اونا حکمت دیگری حاکم میشود که بین مثلا ابوین و عمودین یا به اصطلاح اون جایی که استثناءات می شود در نظام ربا، اونجا در حقیقت چی هستش؟ اشکالی ندارد تو حکم فطری، یعنی اونجا یه جریان عامی میاد که این حکمتی که با اینها پیش می آمده و اون خباستی که تو اینجا پیش میاد، اونجا به لحاظ اون محبت حاکم و اون وابستگی حاکم ممکن، اینا علت نیستش، اینا بحث حکمت دیگه، یعنی بحث حکمته که باید اقلایی باشد. منطقه اصل مسئله رو تحلیل بکنیم و تو استثناءات چی هستش؟ تو استثناءات احکام اعتباری که بر اساس احکام فطرته، اون وقت باید حکم حاکم رو پیدا کرد در اونجا که حکم حاکم خودش ده. منطقه خب همین حکمت دیگه، اینجوری نیستش که بگی علت علت رو تو عمم و تو خصص دیگه، اینجوری نیستش دیگه، چون حکمته، حکمت امرش در قطع این مسائل راحت تر. حالا بحث داره. ببینید سرقت عمدتاً با هم شرایط متفاوته، یعنی اون جایی که نیاز، یعنی احتیاج ضروری شخص به سرقت مبتلا میشه، تا اون جایی که یک حرفه و عادت، هم هر کدوم از ما حکمش متفاوته. یعنی گاهی میبینید که یه نیاز و ضرورت چیکار میکنه؟ انسان رو میگه آقا تو شرع هم میگه که تو شرع نگید بعد پس سرقت آزاده، تو شرع هم میگه که از ضرورات تبیح المحظورات، اگر اون جایی که حظر و منع دارد ضرورت که پیش میاد چی میشه؟ لذا تر قطعیت سارق هم چیکار میکنن؟ چندی شرط داره که اون جایی که اون شرایط ایجاد میشود، خب ببینید حکم تشدید شده، اما اگر اونا نباشه خب این حکم هست اونجا، خلاصه حرام هست اونجا هم در حقیقت برای خودش تعذیراتی رو دارد، اما حد اجرا نمی شود. یعنی معلوم میشه که اون جایی که به شدت میرسه با اون جایی که با ضعف هست با هم متفاوته دیگه. یعنی اینا هر کدوم، خب این مسئله رو به عنوان یه بحث کلی که مطرح شد، بحث دقیقی قابل تحلیله، یعنی این مسئله قابل تحلیله که احکام فطریه یک اعوجاجات در مقابل احکام فطریه، تقابلات با احکام فطریه که مرز بین اینها خوب روشن باشد، اونجایی که مقابل حکم فطرت است، اونجایی که اعوجاج و انحراف از حکم فطرت است، که اینها اگر مرزهاش روشن بشه، وقت گاه یه حکمت‌های عام می‌شود که احکام رو با این حکمت‌های عام بهتر میشه شناخت، ملاکات رو بهتر میشه یافت که با این نگاه، که این امهاتی رو که البته اون وقت باید استثناءاتش هم در جای خودش چی بشه؟ همش قابل تعریف باشد. خب تا اینجا بله. مثلا
بعضی از این چیزهایی که ما امروز مصداق رضا می‌بینیم خلاف، شاید بشه بگید خلاف عقل نیست. مثلا من پولی که امروز 1,000,000 تومان قرض میدم، ارزش این پول 1 سال دیگه میشه. حالا ببینید اینا، ببینید اینا قابل بحثه. شرایط تو بحثش عرض کردم که بعضی جاها واضحه که خلافه، بعضی جاها واضح نیست. یعنی اگر من 1,000,000 تومان قرض دادم، بنابر این که شما الان یک کشوری رو نگاه میکنید که تورم توش چی هستش؟ بحرانیه، حالت چی داره؟ عادی نداره. بعد میگید به 1,000,000 قرض دادن در اینجا، خب بعدا ارزشش میاد پایین. این 1 سال بعد، 2 سال بعد 1,000,000 ارزشش مثلا شده چی؟ 500,000 تومان، 400,000 تومان. پس من اگر همون 1,000,000 تومان رو بگیرم، 400,000 تومان گرفتم. اینجا باید ببینید تو شرایط عادی نگاه کنید بحث رو، که ارزش پول کاستنهای اینجوری نداره، ثابته. حکم رو بیاری نیاره تو شرایط بحرانی، اول تو شرایط بحرانی، بعد شرایط بحرانی رو براش راه حل پیدا کنید. پس خب بله، عرض کردم اون بحث دیگریه، قابل بحثه جل شرایط خودش. حالا اگر که اونجا آمدن پول رو در حقیقت کالا گرفتن، پول رو در حقیقت فروختن، حالا اون رو بحث داره برای خودش دیگه که آیا پول ارزش در حقیقت پیدا میکند، واحد پول اصلا چه معنا پیدا میکند، چه جوریه، با پشتوانه است، بی پشتوانه است، خودش مقصوده به ذاته، کلی حکمش متفاوت میشه. اما شما اگر در حقیقت ملاک رو مثلا طلا گرفتی، این طلا ارزشش واقعی تره، ثباتش واقعی تره. یعنی کسی که یه سکه داده به شخص به عنوان وام، درسته؟ داده یا به عنوان قرض، و وقتی هم که میگیره یه سکهش، ارزشش به روزه، مطابق قاعده. الان کشور ما اینم هنوز به قاعده است که ارزشش چی هستش؟ به روزه. این تغییر اگر روش قیمت پول افت کرده، قیمت اینم به همین مناسبت محقق شده و مطابقه. پس نبریم تو شرایط بحرانی که یه جایی تورم غیر عادیه، بعد بگیم پس این چجوری میشه، پس این میشه خلاف در حقیقت عقل. نه، اینا شرایط خاص باید در حقیقت نگاه کنن، احکام خودش رو، استثناءات خودش رو داشته باشه. خب بعد میفرماید که و هاذا حال المرابی، تا اینجا خوندیم؟ نه، هو و هو معذاله کرد و هو مدرسه فاز اجتماعی میشه، تمدنی که تخبط داره. بله دیگه، گاهی در حقیقت فرد تخبط دارد، یعنی از فکری، گاهی تمدن تخبط دارد، یعنی قواعد اون اجتماع، قواعد اون اجتماع، قواعد اون اجتماع متخبط است. یعنی چی؟ یعنی احکام فطرت رو نمیبیند و غیر عادی رو عادی میبیند. یعنی معاملات لیبرالیسم بر اساس چی هستش؟ اصلا اقتصاد ربوی است. یعنی اگر اقتصاد ربوی رو از این بخوای بگیری، قواعدش فرو میریزه. با این نگاه اقتصاد ربوی این حاکمیتش محقق میشود. خب این قواعد متخبط است، یعنی تمدنش متخبط است. اون وقت بحثم این است که اینم باید توجه بکنیم، بحث مهمیه. ببینید قرآن اینقدر زیبا رباخار و فرهنگ رباخار رو تحقیر میکنه، به طوری که خود این تحقیر جا دارد به عنوان یک کاره. میگه یتخبط و شیطان من المس، یعنی این آدم فکرش متخبطه. نگاش نکنید که حالا داره صاف را میره، مستقیم را میره، این از جهت فکری تلو تلو داره میخوره، این از جهت فکری در حقیقت هیچ مسیر مستقیمی رو طی نمی کند. تحقیر این در حقیقت چی هستش؟ لذا به جوری تحقیر کرده که هنوز که هنوزه توی کشور ما رباخاری هم که میشه، اگه طرفش بگی رباخار بعدش میاد. با اینکه الان هیچ این تحقیر به اصطلاح خیلی هم روش کار نشده، ما از جهت فرهنگی هم ازش استفاده نکردیم برای این کار، بیایم روش فکر کنیم ببینیم اینم یه کار خودش تو نظام اقتصادی و فرهنگی ایشا باید کسی که اینجوریه تحقیر بشه. تحقیرش هم در حقیقت یعنی یه جوری باشه که، اما با این حال همون نگاه اولی که در طور ربا ایجاد شده و این مثلا ترسیم شده، هنوز که روز ربا میده نمیخواد بگه من ربا خارم، میگه نه دیگه من پول قرض میدم، من تا حالا مدت میذارم. یعنی خلاصه نمیخواد به همون شرایطی که از خودش رو تسلیم، چون این تحقیر شد. اگر ما بتونیم این فرهنگ رو درست تحقیرش آشکار بکنیم، خود این در حقیقت بازدارندگی ایجاد میکنه. یعنی از جهت فکری توی اجتماع کسی که میخواد رباخاری بکنه، غیر از این که سود رو میبینه و لذت سود را، تحقیر اجتماعیش هم باید ببینه و هزینه او رو.
مطرود بودن تو اجتماع رو هم با چیکار بکنه؟ میبینه این کار هزینش این است که تو اجتماع چی بشه؟ مطرود بشه. با اینکه لذا وقتی سبک سنگین میکنه میبینه گاهی نمیارزه. درسته؟ لذا به سمتش نمیره. لذا ما اقتصاد و فقط با اقتصاد نمیشه حل کرد. حتما اقتصاد فرهنگم میخواد. یعنی اگر اقتصاد همراه اون کسی که اختلاس کرده اگر توی دادگاه به طوری در حقیقت این وقتی که اون مقدار جرمش که ثابت شده تحقیر نشه، وقتی کسی داره نگاه میکنه میبینه این اومده نشسته رو صندلی، پاش هم میندازه رو پاش، خلاصه اینجوری هم تو دوربین نگاه میکنه، وقتی دارن عکس میندازن ازش هیچ، خلاصه یه خنده ای هم میکنه که انهود به ریش همه داره میخنده. اگر دادگاه اسلامی باشه اون مقدار جرم این که ثابت شده، اون مقداری که ثابت شده، حالا ممکنه تو ادامهش دارن محاکمهش میکنن بگن آقا این 100 تا جرم مرتکب شده، این مقدارش ثابت شده، این مقدارش دارن، این باید تحقیر بشه. یعنی با جلو چشم مردم به نسبت جرمی که کرده تحقیر بشه، مردم احساس میکنن این فرهنگ غلط، خودش یه جوری باشه احساس خجالت زدگی بکنه با اون نگاه تحقیرآمیزی که مرد. اگر اینجوری نباشه این در حقیقت اقتصاد ما جدا دیدیم، فرهنگ رو کنارش. دین عمدتاً بر این اساس هست که جلوی جرم رو میگیره، هم با تهدیدهای آخرتی هم با تحقیرهای دنیاوی که عذاب هونه، که این عذاب هون در حقیقت دنیا خودش چی هستش؟ عذاب تحقیره که باید باشد. اینا جامعیت دیده نمیشه الان، باید روش فکر کرد. یعنی واقعا اینا طرح میخواد، طراحی میخواد، ما هنوز نتونیم. ما با همون فرهنگ غربی الان داریم همه این در حقیقت رابطه هامون هم برقرار میکنیم. خب و هوا معذالک، این شخصی که متخبط است غیر عادی رو عادی میبیند، این که غیر عادی رو عادی میبیند، آیا غیر عادی که ربا بود رو عادی میبیند که بیع است، و از اون طرف عادی رو هم همیشه غیر عادی میبیند، یعنی اینم یه فرهنگ موزون دارد، میگه نه این فرهنگ موزون ندارد. بحث در حقیقت کسی که ربا خوار است فرهنگش غیر موزون است، معیار ندارد. یعنی این گونه نیستش که همیشه غیر عادی رو عادی ببینه و عادی رو غیر عادی، نه، این اون چرا که نظرش تعلق میگیرد بهش چی بشه؟ میشه عادی براش. یعنی هر چی رو میپسندد میشه چی؟ عادی. اگر اینجوری شد سلام علیکم عطالله هیچگاه بر نمیگرده. چرا هیچگاه بر نمیگرده؟ راه برگشت مال اونجا بود که یه معیاری باشد، این ببینه از اون معیار تخطی کرده، از اون معیار جداش. اما وقتی معیار شد خودش، به طوری که هر چی به ذهنش رسید، به نظرش رسید رو چی ببینه، هر چی هوا و هوسش به اون تعلق گرفت، و این بله یه کسی گناه میکنه. من ساعت و سیعت و فهو مؤمن، کسی که گناهی رو مرتکب میشه اما این گناه رو بد میبینه، یعنی چی هستش؟ معیار داره، بدی رو مرتکب شده، اما در این که بدی رو مرتکب شده چی شده؟ بعدم میبینه این معیار داره، این تو مؤمنه هنوز، یعنی هنوز مرز ایمان برای این هست. اما اگر کسی بدی رو ندید، به طوری که ندیدنش به خاطری بود که هر چی رو در حقیقت خودش دید همون رو صحیح بتونه، معیار شد خودش، اگر شد معیار خودش، معیار دیگری در این برگشت پذیر نیست، معیاری نیست که اینو برگردونه و چیزی نیست که بتونه این رو در حقیقت بر. لذا رباخور وقتی مبتلا میشه به این فرهنگ، چون فرق مراتب داره دیگه، یه کسی از آغاز با یه ترس و لرزی، با یه ترسی، با یه ترسی از آخرتی شروع میکنه، اوایل دغدغه، بعد به جایی میرسد که کم کم چی میشه؟ اصلا براش فرهنگ میشه. وقتی براش فرهنگ شد این برگشت پذیرش دیگه به این سادگی نیست. مثل افرادی میمونه که ختم الله علی قلوبه، نمیگیم اصلا امکان پذیر نیست، اما خیلی شوک باید شدید باشه تا این رو از این حالتش بتونه چیکار بکنه؟ جدا بکنه معیار خودش رو. یعنی گاهی باید یه بلایی همانند این که بر دیگران میاره بر سر خودش بیاد، بعد مگر این تو این حالت فشار و سختی یهو به فکر میفته که همین کارا رو با دیگران میکرده و همین جور بوده و همین هوس پرستی که این با دیگران داشت دیگری، مثل خیلی از این اختلاسگرا که وقتی یکی دیگه اختلاس میکنه ازشون وقت چی میشه؟ وقتی کسی دیگری سر اونو همین رو در میاره، عجب یه موقع به فکر میفتن که اینا هم همین کار با دیگران کرده بودن، بعد اونجا میبینن بده، زشت، بعد میبینن زشتی کار اونجا ممکنه براشون ایجاد بشه. و هو معذالک، این جمله میخواد اینو بگه، لا یجعل الفعل غیر العادی عادیا، دعا
دون العکس اینجوری نیستش که قاعده مند باشه. فان لازم ذالک ان یکون، اگر این غیر عادی همیشه عادی بود و عادی براش غیر عادی بود همیشه، اینا به فرهنگ موزونیه، اینا برای خودش یه قاعده منده. فان لازم ذالک ان یکون عنده آراء و افکار منتظمه رو و ما طبقه علی غیر، اشتباهی در مصداق کرده فقط اون وقت اینجوری، اشتباهی در مصداق کرده وگرنه اصل مسئلهش درست بوده. اما میگه نه، این فقط اشتباهی در مصداق نیست، بلکه چی هستش؟ این معیارش غلط شده، نه فقط اشتباهی در تطبیق باشه. علا غیر مرادا من غیر عکسن بل قد اختل، بلکه این چگونه سالش؟ بد قد اختل اندهو حکم العاده و غیر عاده، یعنی حکم عادت و حکم و غیر حکم عادت، این غیر رو بزنید به حکم ضمیر مذکر، بله اختل عنده او حکم العاده و غیر حکم عاده و سار ما یتخیل او و یریده او و المتبع عنده، اونی که ما یتخیل او و یریده او شده چی؟ معیار، معیار شده او، سار ما یتخیل او و یریده او و المتبع عنده، فالعادی و غیر العادی عنده او علی حد سوا، عادی و غیر عادی برای سواست به نسبت اون چیزی که خودش تشخیص میده، تشخیص با خودش معیار نه، وقتی تشخیص کسی با خودش شد چی شده؟ حکم خدا متبع نیست، حکم در حقیقت قانون متبع نیست، چی متبعه؟ حکم خودش. اگه حکم خودش شد برگشت به چی بکنه؟ چه جوری از این حکم برگرده؟ کی میتونه برگرده؟ چون خودش همیشه منافع خودش رو میخواد، هوس خودش رو میخواد، از برگشت پذیر نیست. بل قد اختل این دقون علا حد نسبا کن ناقت تخبت و تزرب علا غیر استوا، اون ناقه ای که چشمش در حقیقت کمبینی شدید داره اصلا قدرت نداره برگرده، این رفتن راهش همین رفتن با در حقیقت چی هستش؟ از این ور به اون ور راه مستقیم نمیتونه بره. این تعبیر به ناقه، ناقه ای که نزدیک به کوره، این ناقه ای که نزدیک به کوره راه رفتنش از همین سنخه. بله تضرب علی غیر استفاه و فی خلاف العادت لا یرى العاده، و وقت حکم رو ببینید، فی خلاف العاده که رباس، لا یرى العاده بی رو الا مثل خلاف العاده، یعنی میگه بی مثل رباست، نمیگه ربا مثل بی است. اگر میگفت ربا مثل بی است این یه حکمی داشت که در حقیقت این تشخیص، حال بعضی میگن اگر میگفت ربا مثل بی است این در حقیقت حکم دین رو انکار کرده بود، اما اینجا فوق انکار حکم دین است که حکم دین رو فقط باید انکار بکنه، بلکه اومده چیکار کرده؟ میزان انسانیتش به هم ریخته. پس یه موقع از انسان حکم دین رو به هم به اصطلاح انکار میکنن، اما این هنوز انسان است، اما یه جا میزان انسانیتش به هم میریزد. وقتی میزان انسانیت به هم میریزد حکم دین هم حتما چی شده؟ به هم ریخته است. پس این اشد حکمش. فهو فی خلاف العاده لا یرى العاده، عاده چی بود؟ بیرا الا مثل خلاف العاده، این در حقیقت عادت رو نمیبیند الا مثل خلاف العاده، که میگه انما البیع مثل الربا من غیر مزیت لها علیه، این عادت رو هیچ مزیتی براش برخلاف عادت نمیبیند، میبینه یکیه واقعا. فلا ینجذب من خلاف، اگر اینجوری شد فلا ینجذب من خلاف العادت الى العادت ففهم ذلک، برگشت ندارد این شخص وقتی معیارش بود. و هذا حال المرابی فی اخذ الربا، میگه ربا چیه؟ میگه ربا تعریفه ببین، اعطاء الشیء و اخذ ما یماثله و زیادت هم بله. میگه اونی که ربا اون است که شیء رو در حقیقت بدی در مقابلش ما یماثل رو بگیری و زیادت بگیری، حالا این زیادت بالعجل و زمان باشد یا هر چیزی دیگری، این در حقیقت زیادت رو که بگیری این میشه چی؟ میشه ربا. فان الذي تدعو الیه، میگه چرا حکم خلاف فطرته؟ میگه فان الذي تدعو الیه الفطره و یقوم علیه اساس و حیات الانسان، این احکام رو اگر انسان روش کار بکنه که ایشون به عنوان احکام فطریه میاره، بعد ارتباطات احکام فطری رو با هم دیگه تو المیزان پیدا بکنه خیلی کار ازش میاد، یعنی اون احکامی رو که فطری بیان کرده، قواعد فطرت، قواعد فطرت وقتی کنار هم دیگه بیان یه مجموعه میشن، خودش میشه یه دین، دین فطری، که دین شرعی ما تمام قواعد دین فطری رو دارد. یعنی وقتی که اینجوری دیدیم باید ببینیم اون دینی که به عنوان دین آمده، به عنوان شریعت آمده، مبتنی بر تمام احکام چی هستش؟ فطرته، مبتنی بر تمام، یعنی تمام احکام فطرتش رعایت شده به اضافه، تمام احکام فطرت توش رعایت شده به اضافه، یعنی جایی پیدا نمی‌کنیم که خلاف حکم فطرت توش باشه، اضافه بر حکم فطرتی که ممکنه فطرت اینجا نیابد ولی اون حکم بوده هست،
اما جایی که فطرت چیزی رو بیابد خلاف حکم فطرت در اونجا نیست. این مهمه که این جاهایی که ایشون به عنوان احکام فطرت و سراسر خیلی هم زیاده، فان الذي تدعو الى الفطره و يقوم عليها اساس حیات الانسان الاجتماعی، نه انسان اسلامی، انسان چی؟ اجتماعی، کاری به دین فقط نداره. حیات انسان اجتماعی ان يعامل به معاوضت ما عنده من المال الذي يستغني عنه من ما عنده، یه مالی رو زیادی داره، این مال رو میده به دیگری در مقابل چیزی که نداره میگیره. اما اگر این مال رو داد، همین مال رو گرفت، از همین سنخ گرفت به اضافه، میگه این حکم فطرت نیست، چون این رو در حقیقت وقتی داره میده اون چیزیست که زیادی برای این بوده، داره میده تا یه نیاز دیگرش رو برطرف کنه. اما اگر داد عیب رو گرفت به اضافه، این در حقیقت حکم فطرت نیست. من المال الذي يستغني عنه ما عند غيره، من المال الذي يحتاج الى، اینو داد که بی نیاز بود از اون مالی که محتاج بود گرفت. اما اعطاء المال و اخذ ما يماثله بعينه، همون رو دوباره بگیرد یا از نوع او رو بگیرد، چون یه نوعه، مع زیادت فهذا شيء ينهدم به قضاء الفطره و اساس المعيشه، هم فطرت رو زیر پا گذاشته، هم در حقیقت چی شده؟ قواعد زندگی رو که اغلا حکم زندگی رو، معیشت، اساس معیشت رو که دو قطبی سازی میشه، که دو قطبی سازی منجر به چی میشه؟ این دو قطبی سازی منجر به از هم پاشیدن معیشت میشه در نظام اجتماع. کم یا زیادش دیگه ملاک نیست، حکم این است که ببینید اساسش بگه. بله یه موقع شما میگید این عنوان کارمزد پیدا میکنه، نه زیاده، یعنی اجرت در حقیقت عمل این کار، او یه موقع اجرت عمل رو اقلا میپسندن که اگر یه جایی میخواد اینها را تعویض بکنه، جا به جا بکنه، یه اجرتی تو عملش بگیره برای این کار. مثلا این مدتی که میخواد این بده، بالاخره یه دی باید باشن اونجا که این قسطا رو بگیرن، حقوق افرادی که اونجا میخواد باشه، منتها اینا هم دیگه چی داره؟ اینا هم یه حدی داره، از جهت اقلایی میزانی داره. اینجور سیه بگی من 20% میذارم برای چی؟ سود برای این کار. خب این نیست دیگه، یعنی او یه درصدی دارد، به اون مقدارش اقلاییه. ارزم اینجاست که الان فطرت چرا اینجا قضای فطرتشون برای میکنم؟ تو این صورتی که این بند خدا هم این پول نداره. بله. خب این هم پول داره، بهش پول میده، میگه تو برو کار بکن، در من که داشتیم مثلا پول بیشتر داره. ببین یه موقع هست میگه پول بده برو کار کن، میشه مزاربه. نه مزاربه نیست. خب دیگه ببینید، خب وقت تو مضاربه، ببینید تو مضاربه شراکت در چیه؟ سود و زیانه. اما اینجا میگه من به تو پول میدم، کاری هم ندارم تو چی کار میخوای بکنی، من پولمو میخوام، پولو بهت میدم، بعدم پول ازت میگیرم دو برابر، مثلا یک و نیم برابر پول ازت میگیرم. اصلا پوله، معامله بر اساس چیه؟ پوله. این رو من میدم الان به تو، این گندم رو، اون گندم رو میگیرم دو برابر. یعنی ببینید اینجا اصلا اون بحث نیست. یه موقع شما میگید این گره کار این رو میخواد حل کنه، میگه این میخواد گره کار اینو حل کنی، قواعد داره. قواعدش چیه؟ قواعدش این است که بیای با این شراکت بکنی، بله مختاری بیای یا نیای، اما اگه دیدی که کار این به سودم میرسه بیا باش مشارکت کن. البته اگر آفتی هم آمد، مشکلی هم آمد چی میشه؟ اونجا باید تو هم در ضرر شریک باشی. یک طرفه نمیشه، این یک طرفه بودن اونم نه تو شراکت، یک طرفه بودن تو اینکه این بدهکار، الان بیچاره بدهکار، تو پولو بهش بدی من بدهکاری تو بده، درسته، ولی به من با این سود برگردون. یعنی سوالم در مورد ملاک قضای فطرت چیه؟ یعنی مثلا عرض کردیم دیگه، ملاک قضای فطرت این است که این چیزی رو بدی در مقابلش مثلش رو بگیری به اضافه. یعنی ایشون کلمه میفهمه فطرت، هر کسی میگه اینو نباید انجام داد، یعنی میخواد بفهمه قبیح ذاتیه، اینطوریه؟ قبیح فطری، قبیح ذاتی یعنی بحث دیگریه که دیگه از چون فطرت نزدیک میشه به اولیات، بدیهیات، منتها خود فطرت احکامش مراتب داره دیگه. ببینید قبیح ذاتی حکم دیگری داره، یعنی ذات لیسیده اینو هر کی نگاه بکنه، ذات لیسیدهش رو میبینه قبط توشه. قبیح ذاتی که هر جایی سرایت نداره که، قبیح ذاتی مثلا مثل ظلم است که قبح ذاتیه، اما اینها میشن هی مراتب بعدش، هی میشن در حقیقت چی؟ نتایجش، هی در با این نگاه. و الا قبح ذاتی محدودیت داره، هر جایی رو نمیدونه. بله به لحاظ فطری بودن اینها هر انسانی که این رو بشنود با اون نگاه در حقیقت آلوده نشده نگاه بکند، میبینه اینم در حقیقت کار غلطیه. بله دیگه اینا از مصداق در قد از مصادیق صلح، منتها توی شرایط تخصصی ترش میشه. خب بعد میفرماید که
اخذ ما یماسه به این معزی و فهازا شیعون یا ندیم به قضا و الفتر و اصلا فا این نظارکه ینجر رو اینم از جانب مرابی و از جانب رباگیرنده متفاوت باز حکم این شدت حکم از جانب کیه؟ رباگیرنده است اونی که در قدر ربا دهنده است اونی که داره ربا میده او این شدت حکمه درسته که حرمت روی رباگیرنده هم هست و شدت حکم برای اونم تا حدش آمده اما اگر برای او اضطرارات پیش آمد مسئله رو چکار میکنه؟ تخفیف میده اما برای ربا دهنده به هیچ وجه تخفیف ندارد چون اضطرار معنا ندارد چون اگر یه اضطرار براش پیش بیاد که بخواد کمک به یکی بکنه میتونه قرض الحسنه بده مجبور به این نیست که حتما ربا بده میتونه چکار بکنه؟ قرض الحسنه بده پس این در حقیقت شدت حکم و عمده احکام در اینجا مربوط به کیه؟ رباخوار است. لذا میفرما فا این نزال که ینجر رو من جانب المرابی مرابی همین ربا دهنده الاختلاس المال مثل این میمونه که مال رو اختلاس کرده از دست دیگری دزدیده مال دیگری رو این دزدیده برای خودش الاختلاس المال من ید المدینه و تجمعه و تراکمه اند المرابی این که در حقیقت بدهکار به او هست رو از دست او گرفته و چکار کرده؟ تجمعه و تراکمه اند المرابی هی داره این رو افزوده میکنه هی داره در حقیقت مثل میمونه که این درصد هر چی طول میکشه گاهی از آفن تعبیر قرآن این است که لیر با آیه چیه تو سوره روم از آفن مضاعفه دنبالش داره بلکه از آفن مضاعفه که به در حقیقت چند برابر گاهی هی میشه یعنی اینقدر بارها اومدن آدم پیش آدم گفتن آبا ما یه وامی رو گرفتیم الان چی شده؟ چند برابر شده یعنی الان از اون اصلی که گرفتیم ما بله سوره آل عمران چی هستش تو لا تاکل الربا از آفن مضاعف که این اصل ما رو چند برابر میکنن این چند برابر کردن یعنی در حقیقت چی هستش یعنی داره این اختلاس میکنه از مال او و این همون دو قطبی رو ایجاد میکنه که دو قطبی که یک طرف انباشت مال میشه یک طرف چی میشه کاهش و از دست رفتن اموال میشه در قبالش هم هیچ رشدی ایجاد نشده بله ولا ین اختلاس المال من ید و تجمعی و تراکم عند المرابی فا این هذا المال لا یزال این مال مرابی لا یزال ینمو و یزید عند المرابی چون هی داره چی میشه؟ درصدش اضافه میشه ولا ینمو الا من مال الغیر این اضافه شدنش از چیه؟ از یک کار نیست از یک ارزش افزوده نیست از چی هستش؟ از مال در حقیقت اون کسی است که ربا گرفته شده لا ینمو الا من مال الغیر فهو بالانتقاص و الانفصال از یک طرف مال داره کم میشه از جانب ربا گیرنده و از یک طرف داره اضافه میشه و زیادت و الانزوال الا جانب آخر که ربا دهنده است این دو قطبی در جهان رو دو قطبی رو شدید میکنن و ینجر رو من جانب رضایت رو چکار میکنه؟ رضایت رو چکار میکنه؟ وقتی شخص میگه من خودم رضایت در ربا حل کننده نیست اینجا میگه که داره از مال دیگری اختلاس عرض کردم دیگه رضایت در اینجا محلل نیست که بگی که اگر رضایت داشت از مالش اختلاس میکنه اختلاس حساب نشه میگه داره اختلاس چون مجبوره یعنی اگر مجبور نبود رضایت داشت نه یعنی هیچ کسی حاضر نیست پولش مفت بده به دیگری حاضر بده مجبوره چون مجبوره میبینه در حقیقت راه دیگری نداره برای وام میگه بده من راضیم تو بده من اضافه رو میدم راضیم این عجبره بله قواعدی داره برای خودش که اگر رضایت قبل باشد اگر چه باشد چه چیزای او بحث دیگریش که اما اصل ربا اینجوری است که داره بیان میکنه و ینجر رو من جانب مدین المعدی للربا الى تزاید المصرف به مرور زمان اونی که در حقیقت معدی للرباست یعنی داره چیکار میکنه ربا گیرنده دائما داره تزاید المصرف هی داره نیازش بیشتر میشه یعنی اگر امسال مثلا 100 میلیون ربا گرفته بود سال بعد مجبوره به خاطر اینکه هم این رو و سودش رو بده و هم کار دیگه‌اشو بتونه انجام بده با 200 میلیون بگیره 300 میلیون هی باید اضافهش بکنه تا اصل و سود و تمام اینا رو بتونه به این بتونه و لا یزال یؤدی الی تزاید المصرف به مرور زمان تزایدن لا یتدارک او شیء هیچی جایگزینش نمیشه مع تزاید الحاجه و کل ما زاد المصرف ای نمر ربا به تصاعد زادت الحاجه من غیر امر یجبر النفس به یتدارک او چون مضاربه نیست مساقات کار نیست بحث چی هستش؟ بحث در حقیقت مالی است که گرفته شده و به اصطلاح با سودش باید پرداخت بشه و فی ذلک انهدام و هدا حیات المدین اون مدین که در حقیقت پول رو گرفته و بدهکار حیاتش در اینجا چی میشه؟
حیاتش منهدم میشه. در اینجا انهدام حیات است. فرق یزاد و توازن و تعادل اجتماعی و یفسد. ببینید اصلا به دین هنوز کار نداره ها. فرق یزاد و توازن و تعادل اجتماعی و یفسد الانتظام الحاکم علی هذا الصراط المستقیم الانسانی الذی حدته الیه الفطرة الالهیه. این فطرت الهیه به همین سو هم سوق داده. این ربا مقابل فطرت الهیه است و داره اینو منهدم میکنه. این هنوز به دین کاری نداره. این میگه جامعه بشری از حیث فطرتش رو نگاه بکنن این ربا رو نمیپذیرن. دین هم مطابق این جعل حکم کرده. دین هم مطابق این چیکار کرده؟ جعل حکم کرده. ما اگر دین رو بتونیم اینجوری تبیین بکنیم چقدر زیباست. یعنی احکام دین اینجوری وقتی عرضه بشود جانی نیست که نپذیرد. یعنی اون بیانی که فطرت رو آدم حل کنه، حکم فطرت و طرف حکم فطرت رو که براش آشکار شد که حکم فطرت اینه و دین، بعد بگید دین ما هم حکمش همین حکم فطرته. چقدر زیبا میشه. یعنی این نگاه تا این که تعبد محض میبینه همه چیز رو. بله ما تعبدی هم سر جاشه. کسی که به سمت دین آمد وقتی این اشتیاق رو بعد میرسه به اونجا به تعبد و حکم در حقیقت، تازه اونجا میدونه که تعبدیات ما هم بر اساس حکم فطرته. یعنی عباداتی هم که برای انسان محقق میشه همه بر اساس چی هستش؟ حکم فطرته. خضوع در حقیقت عاجز عند القوی اصلا حکم فطرته. یعنی تمام عبادات ما در نمازمون رو همه اینها حکم فطرته. مدار تو جای خودش باید اون تبیین بشه. فر باید و هذا هو الخبط الذی یبتلی به المرابی که خبط الممسوس. این خبط مرابیه. فان المرابات یستر و ان یختل عنده. یعنی نگاه عدم فطری نگاه مختله، نگاه مخبته. فان المرابات یستر و ان یختل عنده اصل المعامله و المعاوضه. این دیگه به معامله و معاوضه کار نداره. این معامله معاوضه ای که نظام انسان رو حفظ میکرد و میذاره کنار، میگه اصل رباس. اگر معامله و معاوضه هم در کار، اون چون مثل رباس اب نداره. فان انما البيع مثل الربا. بیع مثل ربا است. دقت کردی؟ یعنی اصل رو این میفهمه. فلا یفرق بین البيع والربا فاذا دعي الى ان يترك الربا. اگر خوانده بشه به اینکه ربا رو ترک کن و یاخذ بالبيع، عجابا ان البيع مثل الربا. مثل الربا لا يزيد على الربا بمزيه فلا موجب لترک الربا و اخذ البيع. ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم انما البيع مثل الربا. و من حاضر بیان یزهر. اول چند تا نکته رو ایشون بیان میکنن. اولش این است که گفتیم قبلا مراد به قیام، قیام در مقابل قعود نیست. قیام یعنی قوام حیات، یعنی تو امر حیاتش. ان المراد بالقیام فی قوله تعالی لا یقوم الا کما یقوم هو الاستواء علی الحیات. و قیام به امر معیشه فانه معنا من معانی القیام یعرفه اهل اللسان. تو اصطلاحات عرفیه رایجه اینجوری نیستش که شاز باشه. فقال تعالی لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط نه که نشستن بلنشن، یعنی قیام به این کردن، یعنی این رو در حقیقت ایجاد کردن. یا ان تقوم السماء والارض بامره یا و ان تقوم لليتامى بالقسط. اینا همه مقصود قیام در مقابل قعود نیست. و اما کون المراد به المعنى المقابل للقعود فمما لا يناسب المورد ولا يستقيم عليه معنى الايه. و ثانيه ان المراد خبط الممسوس في قيامه. میگه این خبط هم مقصود حرکات جسمی مشوش نیست که فکر کنیم داره راه میره مثل یه شطوری که چشمش کوره این ور اونور بیفته، یعنی رباخا رو نگاه کنیم راه میره هی این ور میفته مثل آدم مثلا مسروع. این ور اینجوری نیست، بلکه این معیاراتش چی شده؟ تخبط پیدا کرده در ملاکات، در فکری تخبط پیدا کرده. که این رو خودتون بخونید که فقط نتیجهش این است که محصله افعال اختیاریت صادرت عن اعتقاد خابط. افعال اختیاری است، از اعتقاد خابط نشأت میگیره. پس اعتقادش مخبط است نه افعال ظاهریش. دقت بگنه کسی نگاه بکنه میبینه خیلی هم افعالش هستش با کلاس و منظم و تحت ضابط است. سومین این است که این نکته رو میگه بعد توضیح میدیم که چرا قیاس کرده بی رو بر ربا که بعدا توضیحشو میدن. چهارمیش این است که ان التشبیه عن قوله الذی يتخبط الشیطان من المس لا یخلو من اشعار. نکتهشو دیروز عرض کردیم که بعضی ها گفتن یه مسئله عرفی است و خدا به این مسئله عرفی چیکار کرده؟ تکیه کرده، بیان کرده، خواسته حرفشو بزنه که این که یتخبط و شیطان من المس یه مسئله عرفی است که جن زده، یعنی جن مسش کرده. این غلطه. این که شخص داره میگه، میگه این غلطه، اما خدا به این تمثل کرده چون مردم اینو میشناختن. مردم علام میگه نه، اصلا امکان پذیر نیست که خدا به مسئله که غلطه مثال بزنه و دلیلی برای بطلانش نیاره.
گاهی مسئله‌های غلط افراد رو آورده تا تخطئه بکنن. که ما اتبعیت از آبائمون میکنیم رو به عنوان یک قاعده از اینا میاره، اما در این حال اونجا اگر آبائتون بر ضلال مبینم بودن شما تبعیتشون میکنید، یعنی تقطعش میکنه بلا فاصله. میگه این پس ان التشبیه یعنی قول الذی تخبطه الشیطان من المس لا یخلو عن اشعار به جواز تحقق. اولش این است که جواز تحقق مس از شیطان امکان پذیره دیگه، جاء الحق دیگه، مثلا زحق الباب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا کلاس تعطیل ظاهرا دیگه، چون تعطیل همه جاست دیگه، به تبع تعطیلی همه جا. بله جان، این جلسه از این هفته نیست، روز شنبه. بله بله، نمونه‌ای از عذاب قومی که به ربا گرفتار شده بودن رو داریم؟ عذاب الهی بر اینا تو دنیا وارد میشه؟ حالا احتمالاً اگه نباشه سر اینه که خود به خود قومی که به ربا گرفتار شده فرمودین خود به خود اینا منقرض میشه. حالا چون لواطی که در قوم لوط بود عذاب برش آمد، منتها خود عذاب الهی هم از جمله مقابله دستگاه عالمه. یعنی اینجوری نیستش که عذاب الهی چی نباشه، دستگاه عالم نباشه، جدا باشه. اما منتها گاهی خود دستگاه عالم اینها رو میبره، گاهی نه، تصریح در او با عذاب الهی هم میشه، آشکار میشه. اما الان تو ذهنم نیستش که قوم شعیب که در حقیقت اینها در مکیل و موزون چیکار میکردن؟ تصرف میکردن و اونجا نقصان ایجاد میکردن موقع منتها اونا نه به عنوان ربایی کار میکردن، به عنوان خیانت در امانت و مکیل و موزون این کار میکردن. نزدیکترین رابطه قوم شعیبه، ولی منتها اونم به عنوان ربایی کار نمیکردن.